ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. با پوشش زنده اعتراضات مردمی به سوی مدیریت آب در ایران با شما همراه هستیم. اعتراض شهروندان به بحران آب و سیاست‌های آبی در اصفهان صبح امروز در اصفهان آغاز شد و با وجود فضای امنیتی در اطراف زاینده رود ادامه یافت و با سرکوب خشن روبرو شد. ماموران انتظامی و امنیتی به معترضان که بار دیگر در بستر زاینده رود تجمع کرده بودند حمله کردند و آنها را با شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور هدف قرار دادند. نیروهای بسیج هم با چماق و باتون در کنار نیروهای ویژه انتظامی امنیتی معترضان را هدف ضرب و شتم قرار دادند. شماری از معترضان هم بازداشت شدند. بر مبنای آخرین گزارش‌ها اعتراض از بستر خشک زاینده رود فراتر رفته و در برخی نقاط شهر اصفهان ادامه دارد. همزمان فضای امنیتی در شهر اصفهان تشدید شده و سرکوب خشن و گسترده معترضان هم ادامه دارد. امام جمعه اصفهان این اعتراض‌ها را فتنه و معترضان را وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرده است. بر مبنای گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، یکی از شهروندانی که امروز در جریان سرکوب اعتراض‌های اصفهان هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور قرار گرفته به بیمارستان منتقل شده و بر مبنای آخرین گزارش‌ها به کما رفته است. ایران اینترنشنال هنوز خبری درباره این حادثه به طور مستقیم دریافت نکرده است. یکی از تصاویری که خواهید دید مربوط به همین شهروند است، با این هشدار که مشاهده آن و شنیدن صدای آن می‌تواند برای شما ناراحت کننده و آزاردهنده باشد. کشتنش نامردا، یاسه کشتنش. کشتنش آقا کدوم بیمارستان؟ کجا بیمارستان؟ از زهرا، از زهرا. بشین همینجا، بشین همینجا. یه لحظه بیا بر مبنای گزارش دیگر و تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده در جریان سرکوب اعتراض‌های امروز در اصفهان یک زن کشته شده است. ایران اینترنشنال این خبر را هم مستقیما دریافت نکرده است. ویدئویی که خواهید دید مربوط به تیر خوردن همین شهروند است، با این هشدار که این تصاویر هم می‌تواند برای شما ناراحت کننده باشد. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی اعتراضات مردم اصفهان را نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته خواند که با دست خالی در مقابل وحشیگری مزدوران مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادند. او گفت مردم نشان دادند این رژیم تا چه میزان از ملت ایران میترسد و در مقابل قدرتشان ناتوان است. تصاویر زیادی از سرکوب خشن معترضان به سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی در اصفهان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. این تصاویر از ابعاد سرکوب معترضان با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج گزارش می‌دهد. برخی ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی را با هم می‌بینیم. با تکرار این هشدار که شنیدن و دیدن برخی از این تصاویر می‌تواند برای برخی از شما ناراحت کننده و آزاردهنده باشد. امروز 5 آذر 1400 پل فردوسی سر تا سر پل، هم این طرف پل هم اون طرف پل، فوق العاده شلوغه. خیلی هم گذشت و آور زدن، خیلی صداها رو میشنوید، مال زدن گذشت و آور این طرف پل فردوسیه. میزنم
نامی هزار تا وسیط هرون زاده نامرد ساعتی دهی صفه سون گذشگاه برزدن کتک زدن زن مرد پیر جوون تیر مشقی تیر ساچمه ای هر جوری بگید مردم ها کتک زدن خیلی ها داغون شده خیلی ها شروع کردن ما هیچ کاری ما فقط برای حق طبیعیمون حق اعتراضمون اومد فقط برای اعتراضی که حق خودمون اومد ولی ببینید دارم میزنم سنگ بردار علی برگ آتیش بزن این هم الان کفی رودخونه در جیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا این که در سفتاج کار دارن میکنن خدا لعنتون ممنون از اینکه همراه ما در ایران اینترنشنال هستید. همراه میشیم به سام خسروی فر، منصور شجاعی و جمشید برزگر که ما را در این بخش از برنامه همراهی میکنند تا در مورد اعتراضاتی که امروز در اصفهان آغاز شده به سیاست هایی که منجر به بیابی و خویسالی در ایران شده. آقای خسروی فر، از صبح امروز تلاش بسیار زیادی داره میشه که در واقع اعتراضات مردم رو به بحث کشاورزان و دیگران خلاصه بکنن. آیا بحران بیابی مختص کشاورزانی که حالا ما بگیم بقیه حق اعتراض ندارن؟ بله، خیلی ممنون از دعوتتون. البته خب نه، میدونید مسئله آب یه مسئله خیلی جدیتری از این هست که فقط به یک قشر طبقه یا یک صنف خاصی محدود بشه. وقتی که در حوزه در واقع زاینده رود گاوخونی در اوایل دهه 80 خشک شد، میشد پیش بینی کرد که این اتفاق بیفته. سالهاست از دهه 70
70 شمسی مقاله ای و کتابی منتشر شد، یک دانشمند کانادایی نوشت، در سال 1374 منتشر شد، به تنش آبی اشاره کرد و منظور از تنش آبی میزان آب در دسترس است و درباره ایران هم اشاره کرد که اون زمان در نظر بگیرید 20 چند سال پیش که ایران داره تنش آبی است. این مسائل کماکان نادیده گرفته میشه، همچنان هم نادیده گرفته میشه متاسفانه، و ما باید شاهد چنین اعتراضاتی در جاهای دیگه باشیم، در جاهایی که تالاب‌هاشون خشک شده، حوض‌های آبریزی که الان دیگه آب ندارن. یک جمله معروفی است که میگه وقتی که آب در تالاب‌ها خشک شد باید منتظر باشید که آب در لوله شهرها هم خشک بشه. بنابراین اتفاقاتی که افتاده یک شبه ایجاد نشده و راه حل یک شبه هم نخواهد داشت و این تکرار خواهد شد و سری جاهای مختلف به صورت سریالی من پیش بینی میکنم یا حدس میزنم که تکرار بشه. آقای برزگر، نکته ای که الان هستش، الان آقای خسروی فرام اشاره داشتن به گسترده تر شدن. ما در خود همین اصفهان اگر هم حتی نگاه بکنیم، در واقع از یک تجمعی که میتونست بسیار آرام و مسالمت آمیز باشه، با نحوه برخوردی که دور از انتظار البته هم نبود، تبدیل به یک اعتراضی شده که قابل پیشبینی بود. چقدر فکر میکنید گسترش همزمان اعتراضات به بهانه‌های مختلف و ادامه سرکوب میتونه ادامه داشته باشه؟ یعنی در واقع سرکوب پاسخی برای اعتراض مردم باشه؟ با سلام خدمت شما و دوستان دیگه. ببینید، من تلقی من این هستش که سرکوب و کشتار شهروندان بیدفاع برای جمهوری اسلامی یک روش نیست، یعنی روش جمهوری اسلامی نیست، منش جمهوری اسلامی است. یعنی در ذات و سرشت این حکومت چنین در واقع تعبیه شده که با هر گونه اعتراضی، با هر صدای مخالفی، با هر نگاه متفاوتی بخواد برخورد خشونت آمیز داشته باشه، چون بقای خودش رو در طول این 14 دهه مدیون همین برخورد خشونت آمیز بوده و این تصور رو داره که اگر بخواد ذره عقب بنشینه، این به معنای پایان تداوم اونها بر منابع و ثروت‌های ملی ایرانیان است و پایان حکومت خودشون. این تلقی باعث میشه که عملا جایی برای دیگری در نظر گرفته نشه. این دیگری حالا میتونه بلوچ باشه، میتونه شهروند عرب باشه، بعد اونها رو متهم بکنن به تجزیه طلبی، ولی وقتی که در اصفهان اتفاق میفته دیگه هم حکومت هم توجیهگران خشونت حکومتی این ابزار رو در اختیار نخواهند داشت. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد، روز به روز فاصله بین حاکمیت و مردم بیشتر میشه. شما به بافت مناطق مرکز ایران توجه بفرمایید. به هر حال از نظر سنتی یکی از مناطق اصلی پایگاه قدرت بوده، بافت در مجموع سنتی در و مذهبی تری وجود داشته، ولی وقتی که مثلا فرض کنید که اینها این همانند سازی میکنن در ذهن خودشون، مردم اصفهان، کشاورزان اصفهان، که به هر حال حکومتی که خودش رو پیروه امام حسین و کربلا و اینها میدونه، در واقع چیزی نیست جز ولایت اشقیا که همون کارها رو میکنه، یعنی آب رو بر مردمان میبنده، خیمه ها رو آتش میزنه، مردم بیدفاع رو میکشه. خب این چه تفاوتی میکنه؟ این همون چیزیست که همین روحانیون در طول تاریخ برای مردم تعریف و روایت کردن و اکنون الان نمونه های عینی و نمادهای عینی این رو به چشم خودشون دارن میبینن. مسئله اینجا الان کسانی نبودن که درخواست سرنگونی حکومت رو کرده باشن یا یک حزب سیاسی باشن، مسلح باشن، به دنبال در دست گرفتن قدرت باشن. شهروندانی هستن که نگران جان و زندگی خودشون هستن، آب رو میخوان که حق طبیعی اونهاست و در واقع میبینن که حکومت برای اینکه از فرار بکنه از این مشکلات، سعی میکنه که اتفاقا شهروندان رو در مقابل هم قرار بده که بسیار کار خطرناکی است. اما خب ظاهرا برای رهبران جمهوری اسلامی پیامدهای خطرناکی چون این کاری چندان مهم نیست، ولی خوشبختانه این خودآگاهی در میان مردم وجود داره، کما اینکه دیدیم که در شهر کرد هم وقتی اعتراض شد کسی به اصفهانی ها در واقع و به خاص اصفهانی ها حمله نکرد. یعنی نقطه ضعف رو خوشبختانه مردم آگاه هستند که این در واقع منشأ مشکل خود مردم و شهروندان در مناطق مختلف نیستن، بلکه این باندهای فساد و
چپاولی است که با سوء مدیریت منابع آبی و بی‌اعتنایی به بسیاری از مسائل مدیریتی سود آنی و خودش در چپاول رو بر هر چیز دیگه ترجیح داده. اینها ممکنه که در ابتدا سخنانی شعاری به نظر برسه، ولی واقعا حقیقت هم این نیست، یعنی این واقعیت برهنه است که ما امروز با اون مواجه هستیم. همین تصاویری که شما از زاینده رود نشون میدید، چه کسی میتونست تصور بکنه که شهروندان بیان و بر بستر خشک زاینده رود در واقع مورد ضرب و جرح نیروهای امنیتی قرار بگیرن؟ این اون برهنه است که ما امروز با اون روبرو هستیم و مردم ما هم میبینن. خانم شجاعی، در سالهای گذشته در اعتراضاتی که به صورت سراسری ما در ایران دیدیم، نقش زنان بسیار پررنگ بود. آنچه در اصفهان هم امروز می‌بینیم در واقع همین حضور زنانه، در واقع زنانی که خودشون یک مجموعه بسیار بزرگی از مطالبات رو دارن، اما در مطالبات اجتماعی فراگیر هم پررنگ حاضر میشن. چرا این نقش از کجا میاد؟ این خودباوری که زنان خودشون رو دیگر نه فقط در مطالبات زنان محصور بدانن، خودشون رو اووردن در بخشی از بزرگتر از جامعه دارن دخالت میدن و بسیار پررنگ هم این دخالتشون دیده میشه. بله، خیلی ممنون. ابتدا من امیدوارم که خبر جان باختن خواهر اصفهانیمون نادرست باشه، شایع باشه، و اگر چنانچه متاسفانه حقیقت داشته باشه، باید بگم که از سرزمینی، از زمینی که زادگاه صدیقه دولت آبادیه، که اولین مدارس دخترونه رو ایجاد میکنه در اصفهان، اولین مجله زنان و اولین کتابخانه زنان، پس بی تردید ما انتظار داریم که اولین جان باخته بی آبی و پویش شورش آب یک زن باشه. همونطور که در دوران مشروطه شورش نان رو داشتیم که با زنان شروع شد. آب و نان در واقع دو موضوع اصلی زندگی برای تأمین ارتزاق مردم، و این نمیتونه از نگاه یک زن که اداری یک خانواده رو به عهده داره، خواه به طور سنتی خواه در شکل مدرنش، زن رو نمیشه از زمین و از طبیعت جدا کرد. و چیزی رو که من میخوام بگم علاوه بر این ماجرای در واقع در آمیختن زن و زمین، مسئله اصلا خود رودخانه زاینده روده. ببینید، رودخانه زاینده رود ما تو تاریخ تمدن ویلدورانت خوندیم که هر تمدن‌ها، اولین تمدن‌ها جایی ایجاد شدن که رودخانه ها بودن و مردم اونجا بودن. بنابراین تمدن اصفهان به این وابسته است. اکوسیستم اصفهان با این شناخته میشه. تفرجگاهش، ارتزاقش، صنعتش، کشاورزیش، گردشگریش. اگر خاطرتون باشه 3 سال پیش که سیل اومد شیراز رو و اون جریان، اون همه مسافر نوروزی رو با خودش برد، اصفهان در امان موند. شایعاتی بود که میگفتن خود مردم اصفهان رفته بودن به فرماندار، به استاندار گفته بودن که اگر سد و باز نکنین، آب وارد زاینده رود نشه، توریست اینجا نمیاد و ما نمیتونیم صنعتمون رو، در واقع تولیداتمون رو به فروش برسونیم. و این خردورزی مردم باعث شد که سد باز بشه و اصفهان در اون سیل به نسبت بقیه یه نقاط اون منطقه کمتر صدمه خورد. تعلقی که مردم دارن، تعلقی که از، یعنی با اعتراضی که با کشاورزی شروع شد، و ما میدونیم که کشاورزی جزو مشاغلیه که زنان مردانه نشده، یعنی سر زمین مرد و زن وقتی دارن با هم کار میکنن برابری بیشتری حس میکنن تا تو مسئله صنعت، تا تو مسئله کارخانه، برای اینکه اونجا نیروهاشون نسبتاً برابره. و یکی از شعارهای بسیار زیبای اصفهانی که امروز مردم سر داده بودن، که واقعا تیزهوشی، خوشسلیقگی و لطافت اصفهانیش رو نشون میداد و تعلق اینها رو به رودخانه، این بود که میگفتن که ما میشینیم به تو رودخونه، بر نمیگردیم به خونه. ببینید، یعنی رودخونه و خونه برای اینا یکیه.
یعنی چه زن و چه مردش این میزان یگانگی با این رودخونه رو دارن که براشون خونه و رودخونه شون یکی، اصلا اسمم رودخونه، یعنی اسمم نداره. بنابراین بیدلیل نیست که ما حضور مردم، حضور یعنی پیوستگی مردم با هم، همبستگیشون، مردم کهگیلویه، مردم چهارمحال، مردم اصفهان، مردم شهر کرد، و واقعا همه دارن از هم حمایت میکنن. شما تو این درمانگاه ها ببینید ما کجا توی اعتراضات 88 آبان این میزان حمایت پزشکی داشتیم. این نشون میده که مردم اصفهان یک دست با هم ایستادن تا از آب رودخونهشون حمایت کنن، برگرده به طرف شهرشون. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اجازه بدید بشنویم و ببینیم یکی از شهروندان ساکن اصفهان گزارش از اعتراض‌های امروز و سرکوب معترضان رو برای ایران اینترنشنال ارسال کرده. این گزارش رو تصاویر بیشتری از سرکوب معترضان در اصفهان رو نشون میده که با هم ببینیم و بشنویم. می‌دونیم که کشاورزان اصفهان حدوداً 20 روز بود که برای حق طلبی آب و حقابه‌شون در کنار پل خواجو تحصن کرده بودن و به اصطلاح گفته بودن که ما نمی‌ریم تا وزیر نیرو رو ببینیم، استاندار رو ببینیم و صحبت‌هامون رو داشته باش. روزها مردم همچنان در کنار کشاورزان بودن و با کمک‌های خودشون به مقاومت اونها به اصطلاح انرژی و سمت و سو می‌دادن. چهارشنبه شب گذشته نیروهای امنیتی که بیشتر نیروهای شخصی بودن و لباس شخصی بودن حمله کردن، چادرها رو آتش کشیدن، چادرهای کشاورزان رو با آتش کشیدن، خیلی از کشاورزان رو ضرب و شتم کردن و این قضیه رو به خیال خودشون جمع کردن. حتی وقتی که ما رفتیم به اصطلاح پل خواجو چنان کرده بودن که هیچ اثری حتی از سوختگی چادرها باقی نمونده بود، یعنی فرداش که دیروز روز پنجشنبه باشه هیچ گونه اثر از سوختگی و خرابی در کنار پل خواجو نبود و به این خیال بودن که خب دیگه تمام شده قضیه و این مسئله هم صورت مسئله هم دیگه پاک شده تمام شد. تا اینکه امروز مردم، خود من هم شاهد این قضیه بودم، از نزدیک مردم جمع شدن پل خواجو به همون صورت که باز هم در حمایت از کشاورزان و اینکه حق طلبی آب رو داشته باشن، که متاسفانه نیروهای امنیتی که بسیار زیاد بودن، نیروهای ضد شورش و با ماشین‌ها با به اصطلاح خیلی کاملا مسلح وارد میدان شدن، مردم رو به طرف عقب روندن، از طرف پل خواجو به طرف مردم، به طرف پل شهرستان به عقب رونده شدن. اونجا درگیری بین نیروهای ضد شورش و مردم به وجود اومد. نیروهای ضد شورش از گاز اشکاور، از باتوم، از گلوله های پینت بال و حتی از گلوله های ساچمه ای، از اینها استفاده کردن. خب گاهن بود که مصومانی رو دیدیم، ولی گاز اشکاور به حدی بود که مردم مجبور به متفرق شدن می شدن، یعنی مردم رو جدا می کردن از هم دیگه، مردم مجبور بودن به عقب و به اطراف به اصطلاح پراکنده بشن و از هر چهار طرف یک مرتبه نگاه کردیم، از هر چهار طرف نیروهای ضد شورش داره به طرف مردم میاد، یعنی هر جایی رو که ما می رفتیم به طرفش با نیروهای ضد شورش ما مواجه می شد. و اینکه حتی اومدن بین کشاورزان روز چهارشنبه تفرقه کنی کردن. جالب اینه که من امروز به هر سمتی که می رفتیم چند تا از افسرهای نیروی انتظامی به ما می گفتن که برید زودتر از اینجا دور بشید، چون اینها به کسی رحم نمی کنن، می زننتون. امروز 5 آذر 1400 پل فردوسی سر تا سر پل، هم این طرف پل هم اون طرف پل فوق‌العاده شلوغه، خیلی هم گذشت با عرض دارن، خیلی صداها رو میشنوید، مال زدن گذشت‌آور این طرف پل فردوسیه. مامورا دوباره حمله کردن.
نگو بشینی. مهدی. ما هیچ نگو دارم فیلم میگیرم. راشا میره. ساعت ده فیلم نگیر. بگیر بگیر بگیر. خب هیچ نگیر. راشا میره بدبخ. تصویری که به ایران اینترنشنال رسیده نشان میدهد ضرب و شتم و شلیک مستقیم به ماموران امنیتی به معترضان در اصفهان منجر به زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شده است. با سلام، 5/9/1400 اصفهان و دست ما که میبینید با گلولای ساچمه ای زدنم صورتم هم که متاسفانه چند جاش آسیب دیده، معذورم شهرمنده، اما ببینید نامردا چه کار کردن. که تیرایی که به مردم شلیک میکرد با گاز اشکاور که متاسفانه یک شمکف دست خودم خورده و توی سینم و کمرم که نمیتونم فیلم برداری کنم از پشت و که سینم. بگو حجی بگو بگو در حال دلده بگو هر آزا لو باش نبودن نیروی جزا میبوده با تو بره نچست بودیم در آزا لو آزا وازده چشاشو فکونده انقدر بی وشه ببر چیزا به همه چیزا وای 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 این تارون زادا چیکار میکنه با من شنش نامردا یاسه کشتنش کشتنش بازم میاد بحر کردیم جب شدن بوما خدا شکرم خدا نبرم آقا کدوم بیمارستان با سلام خدمت مردم قهرمان ایران من در بستر زاینده رو کنار مردم بودم که پلیس های ضد شوره شروع کردم به زدن گاز اشکاور و تیر انداز کردم به مردم که حدودی 50-60 تیر تو بدنه از نیسا چه میاد تو بدن من اصابت کرده، کمرم پره، صورتم پره. بیشین همینجا یه لحظه بیا بگیرش ممنون از اینکه همچنان همراه ما در ایران اینترنشنال هستید. با پوشش ویژه که اعتراضات به سوء مدیریت آب در ایران همراه شما هستیم. آقای خسروی فر، در رسانه‌های اجتماعی من دیدم یک نفر به کنایه حالا در مورد اعتراضات نوشته بود که ایران اصفهان می‌شود، به این معنی که حالا اعتراضات گسترده خواهد شد و کل ایران رو فرا خواهد گرفت، اما به تعبیری دیگر در محیط زیست هم شاید همین اتفاق بیفته، یعنی در واقع ما شاهد این باشیم این خشکی میدونیم در شهرهای مختلف هست. چقدر در واقع با وجود تمام هشدارها آنچه از دولت قبل و حالا دولت جدید میبینید آیا راهبردی برای مقابله با این خشکسالی وجود داره؟ وجود داره، ولی باید ببینیم که آیا عملی می شود یا با شرایط فعلی و با مدیریت فعلی عملی می شود. اجازه بدین چند تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. کسانی که دست به دست هم دادن، حالا با از نظر در واقع عقاید ایدئولوژیک یا برها طرحی که داشتن یا اشتباه یا سوء مدیریت، هر اسمی که دوست دارید روش بذارید، شرایط رو به وضعیت فعلی رسوندن. انتظار داشتن از این افراد که حالا بی کفایت بودن، مذهبی بودن، عقیده داشتن، من نمیدونم واقعا، انتظار داشتن از این افراد که بیان و شرایط رو تغییر بدن و بهبود ببخشن، به نظر من انتظار زیادی. اگر کسی این حرف رو بزنه و بگه که با همین مدیران و مسئولان و عوامل موجود میشه شرایط رو بهتر کرد، من فکر میکنم یا خیلی خوشخیاله یا اینکه احتمالاً فرد شیادیه یا اینکه اصلاً
از مرحله پرته و درک درستی از وضعیت نداره. واقعیت قضیه اینه که با مدیریت فعلی این کار شدنی نیست. در نظر بگیرید طبیعت هم محدودیت‌های خودش رو اعمال داره میکنه و ما هیچ وقت این محدودیت‌ها رو در نظر نگرفتیم. محدودیت‌های طبیعت الان بیشتر شده به این معنی که میزان بارندگیمون در حوزه به خصوص ساینده رود کاهش پیدا کرده، حدود 20% کاهش پیدا کرده، گرما افزایش پیدا کرده در این مدت. شما در نظر بگیرید یه چیز حدود 1.5 درجه در گرما افزایش پیدا کرده. افزایش گرما یعنی میزان بیشتر تبخیر و بارندگی شکلش عوض شده. ذخیره های برفی که در کوه‌ها در سرمنشأ زاینده رود داشتیم دیگه اون ذخیره های برفی دیگه وجود نداره یا به شکل به شدت کاهش پیدا کرده. مجموعه این عوامل یعنی که ما باید به اقتضائات طبیعت برگردیم، فکر بکنیم که نمیتونیم کشاورزیمون رو در هر منطقه، مثلا فرض کنید در اصفهان ظرف 40 سال گذشته به شدت کشاورزی افزایش پیدا کرده، الان صحبت روی 200,000 هکتار هست، نمیتونیم دیگه مثل قدیم این رفتار رو داشته باشیم، باید برگردیم به اقتضائات طبیعت. یک نکته دیگر هم عرض کنم، برخورداری از آب سالم، هوای سالم و محیط زیست سالم از ارکان حقوق بشر. این در بیانیه کنفرانس استکهلم در 1972 اولین نشست زمین هم در نشست سازمان ملل زمین هم مطرح شده و درد شده. ولی خب میبینید که از این حق طبیعی هم در خیلی از مناطق در ایران برخوردار میبینید که مردم دسترسی به این حق طبیعی خودشون ندارن و این شرایط به نظر من راه حل براش هست. نه اینکه برگردیم به شرایط اوج رودخانه زاینده رود یا سایر مناطق ایران، بلکه میشه یک کمی تعدیلش کرد. میشه یک فعالیت هایی هست مثل فعالیت های ریگرینینگ، یعنی بازگشت، بهسازی طبیعت، بازسازی طبیعت، طرحهایی که احتمالاً کشاورزی رو تعدیل کنه، تغییر اصلا شیوه های کشاورزی و به طور کلی یک ریاضت آبی عجیب و غریبی باید حاکم بشه که یک مقدار شرایط تغییر بکنه. ولی من همونجور که عرض کردم با مدیران و مسئولانی که خودشون مسبب این شرایط بودن نمیشه امید داشت که شرایط بهتر بشه. آقای برزگر، الان آقای خسروی‌فر به مدیران کنونی اشاره میکنن، ما اگر بگیم که خب موضوع مشخصه، در واقع اعتراض مردم به سیاست هایی است که به این خوش‌سالی منجر شده، باز طرف دیگرش مشخصا حاکمیت هست، معترضانی که مردمی هستند که هر از چندی مشکلات خودشون رو خیلی مسالمت‌آمیز بیان میکنن و تا بهشون سرکوب اعمال میشه و ناراضی میشن میگن ببینید چگونه با ما برخورد کردن، تا کجای مسیر ادامه پیدا خواهد کرد؟ یک موضوعی هم در نظر داشته باشیم، 3 روز دیگه قراره که جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکرات ایای برجام بشینه، تمام مشکلات در داخل ایران رو جمهوری اسلامی گره میزنه به این تحریم ها. خوشسالی با توجه به مسائلی که هست چه پاسخهایی از این دست میتونن داشته باشن برای مردم؟ بله خب البته بستگی داره، خیلی وقتا وقتی که به سودشون هست، از جمله خود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی این بودند که تحریم‌ها هیچ تأثیری نداره و اساساً نمیتونه روی وضعیت کشور تأثیری بگذاره. بعد گاهی اما میان صحبت از این میکنن وقتی مشکلات پیش میاد و طبیعتاً توانایی حل مشکلات رو ندارن، اون رو متوجه دشمنان میکنن و تحریم ها و مسائلی از این قبیل. این برمیگرده به اون سرشت مسئولیت ناپذیری که در جمهوری اسلامی از صدر تا ذیلش وجود داره. شما ببینید یک مورد آیا میتونید پیدا بکنید، یک مورد که رهبر جمهوری اسلامی که هم در بر روی کاغذ و هم در عمل بیشترین قدرت رو در اختیار داره و در نتیجه بیشترین مسئولیت رو در قبال یکایک اتفاقاتی که رخ میده، آیا پذیرفته مسئولیت یکی از اتفاقات رو، مسئولیت یکی از این همه ویرانی ها و خرابی ها رو، مسئولیت یکی از این جان باختن شهروندان ایرانی رو، از واکسن و کرونا گرفته تا سرکوب و کشتار و هر آن چیز دیگر؟ خب این در واقع از همون بالا تسری پیدا میکنه به پایین. هیچ کس هیچ نوع مسئولیتی رو نمیپذیره، همه دیگری رو نشانه میگیرن. اگر بتونن در جنگ های جناحی و منازعات داخلی خودشون
طرف مقابل رو مسئول معرفی بکنن و اگر کار خیلی بیخ پیدا بکنه به جاهای باریک بکشه، خب دیگه اون وقت کلا مردم رو مقصر میدونن و بعد هم دشمنان خارجی رو. خب این شیوه سلب مسئولیت فقط نشان دهنده این است که راهکاری و راه چاره‌ای برای حل مشکلات وجود نداره، یا اساسا به یک معنا دغدغه این رو ندارن که بخوان حل کنن. مسئله فقط مسئله زیست محیطی نیست، مسئله آب نیست، که البته همونطور که آقای خسروی گفتن و آشکار مسئله جان همه انسان هاست، ولی مسئله فقط مسئله زیست محیطی و آب نیست. شما نگاه بکنید، فرض کنید که بازنشستگانی که نمیتونن حقوق بازنشستگی خودشون رو دریافت بکنن، وقتی دست به تجمع میزنن میبینیم که پدران و مادران ما، پیرمردان و پیرزنان چگونه مورد ضرب و جرح قرار میگیرن، که واقعا خب در کمتر جایی از جهان میشه نمونه های مشابهی براش پیدا کرد. کارگران وقتی به حقوق معوقه خودشون اعتراض میکنن به همین شکل، معلمان وقتی اعتراض میکنن به همین شکل، عدالت خواهان اونهایی هم که فعالیت سیاسی میکنن که دیگه به طریق اولا مورد سرکوب قرار میگیرن. بنابراین مسئله اساسا محدود به یک بحران و دو بحران نیست، بحران است در آمده از ناکارآمدی که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است. حتی واقعا میشه گفت که با توجه به شرایط بین المللی ما حتی در دوران قاجار هم با این میزان از بیکفایتی و ناکارآمدی مواجه نبودیم، چون اگر در اون زمان نیروی باسواد تحصیل کرده و متخصصی وجود نداشت، امروز وجود داره. امروز میانگین تخصص در جامعه به مراتب بالاتر از آن چیزی است که در حکومت جمع شده، اما میبینیم که در واقع به چسبیدن به منافع گروهی چگونه سرنوشت کشور رو به مخاطره انداخت. بله، اجازه بدید خبری که دقایقی پیش منتشر شد رو با هم ببینیم و بشنویم، که کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران اعلام کرده که نمایندگان پارلمان بریتانیا از ایرانیان معترض به کم آبی حمایت و سرکوب رژیم رو محکوم میکنند. این کمیته از دولت بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواسته سرکوب معترضان رو محکوم و تحریم های رو علیه جمهوری اسلامی و رهبران آن به دلیل تخریب محیط زیست و سرکوب مردمی که خواستار ابتدایی ترین حقوق خود هستند اعمال کنه. خانم شجاعی، این به حالا بیانیه اتفاقا نکته جالبی رو داشت، ابتدایی ترین حقوق مردم، یعنی در واقع الان آقای خسروی‌فر هم اشاره کردن، پیشتر هم گفتیم که محیط زیست و به طور مشخص آب بخشی از حقوق بشر شناخته شده. مردمی که الان میان میگن این حق ماکوب سرکوب میشن و بعد شاید حاکمیت شگفت زده میشه که چرا شعارها به سمت اصل حاکمیت برمیگرده. خیلی ها برای باورن شعارهایی که داده میشه نشون دهنده خواست اصلی مردمه. از صبح و حالا روزهای پیش هم شما شعارها رو دیدید، ارزیابیتون از خواست مردم چیه؟ ببینید، به هر حال این اگر منظورمون این تظاهرات خاصه، این با اعتراض کشاورزان شروع شد به مسئله بسته شدن رود زاینده رو. یعنی در واقع مسئله آب بود، مسئله کشاورزی بود، مسئله حفظ اکوسیستم منطقه بود، که خب روی زندگی اجتماعی، اقتصادی، همه چی، فرهنگی، همه جنبه های زندگی مردم اصفهان تأثیر میذاره. اما در این که عمومی میشه، یعنی چجوری میشه که یک اعتراض عمومی میشه؟ ببینید، وقتی که بحث مدیریت آبه و نه فقط خشکسالی، چون ما میدونیم که درسته که خشکسالی یک فاجعه طبیعیه، اما عدم مدیریت آب هم یک فاجعه انسانیه و اکثر مصیبت ها و مصائب زیست محیطی انسان ساز بوده، انسان ساخت بوده، اتفاقا طبیعت ساخت نبوده، به ویژه در مورد مسئله آب. خب وقتی که شما ابتدا آب با آب شروع میکنی، با اینکه کشاورزیت از بین رفته، با اینکه بچه‌هات گرسنه میمونن، و بعد فکر میکنی خب
کی باید اینو درست کنه؟ طبیعتاً از دولت میخواد، چون دولت باید پاسخگو باشه. نهاد حکومت جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از در واقع ارکانی که باید مدیریت کنه مدیریت نشون نداده، مگر در ترویج خشونت، مگر در نظامیگری، مگر در جنگ‌های نیابتی که اون هم البته اگه مدیریت نشون میداد به هر حال این همه صدمه به خودش وارد نمیشد. بنابراین این سوء مدیریت از کوچکترین و حیاتی ترین مسئله که آب تا بزرگترین مسئله که مسئله همسایگی، مسئله مناسبات بین المللی، مسئله فرهنگ، مسئله سیاست، مسئله آزادی، همه اینا رو او باید جوابگو باشه. معلومه که اعتراض از یک کشاورز برای اینکه زمینش آب نداره مسلماً اگر ادامه پیدا کنه سویه حکومتی میگیره و خودش سویه سیاسی میگیره، برای اینکه در واقع امر سیاست یعنی امر اداره کشور. وقتی در امر اداره کشور یک حکومتی ناتوانه، هر اعتراضی میتونه به سیاست در قالب سیاست بگنجه. کما اینکه موضوع زنان، هر چقدر ما تلاش کردیم که بگیم که موضوع زنان امر سیاسی نیست، ولی به همه ما ثابت شد وقتی که ما قانون رو نشانه میگیریم که منشأ تبعیضه، نمیتونه مسئله زنان از مسئله سیاست جدا بشه. ولی اینکه قدرت به ویژه در کشور ما چون ما از طریق قوانین تبعیض‌آمیز مورد خشونت قرار گرفتیم، طبیعت ما در اثر بیمدیریتی اینجوری داره جلو چشممون پرپر میزنه، خشک میشه، به باد میره. اینها طبیعیه که سویه حکومتی بگیره، اما شروع این قضیه و خواست این مردم حفظ اکوسیستم منطقه است، منطقه خودشونه. من تشکر میکنم از شما منصور شجاعی و همچنین جمشید برزگر که در این بخش ما رو همراهی کردید. آقای خسروی فر، یک سوال دیگه با شما دارم. ما در مورد تحریم ها الان داشتیم با آقای برزگر صحبت میکردیم، مذاکرات اتمی و بسیاری مسائل دیگر. پیشتر با آقای کرمی داشتیم صحبت میکردیم، در سالهایی که منابع مالی وجود داشت به اصطلاح حالا کارشناسان ترابی هم بود، خوشسالی نبود. تمام این سالها رو تجربه کردیم، الان به اینجا رسیدیم. پاسخی که حاکمیت داره آیا از دید شما به عنوان یک کارشناس قانع کننده بوده و هست، و در واقع چه راه حلی داره؟ درباره همین مسئله اصفهان عرض کنم حضورتون. اولا اجازه بدین اعتراف کنم تصاویری که پخش شد من خیلی تحت تاثیر قرار داد، در نتیجه ممکنه که مقداری پراکنده گفته حرف بزنم یا پراکنده صحبت کرده باشم. بسیار تصاویر تکان دهنده ای بود، اینو باید قبل از هر چیزی واقعا زودتر هم حتی میگفتم. ولی به هر حال ماجرا به نظر من خیلی روشنه. ماجرایی نیست که خانم شجاعی هم گفتن خشکسالی یک پدیده طبیعی است، ولی قابل کنترل، قابل پیش بینی، اطلاعاتی ما راجع بهش داریم، از قبل میتونیم براش برنامه‌ریزی بکنیم و بر اساس اون در واقع توسعه رو بارگذاری بکنیم. این اتفاق در ایران نمیفته. معمولا بر اساس سالهای پرباران و بارندگی زیاد برنامه‌ریزی انجام میشه و تصور میکنن همیشه سالهای نرمال سالهای پربارندگی است، اما واقعیت چنین نیست. در ارتباط با مسائل مربوط به تحریم و غیره، ببینید مسائل محیط زیست، مسائل مدیری در ظرف در 40 سال گذشته واقعا به محیط زیست توجه نشده. در تمام شرایط شما در نظر بگیرید روزهای اولی که سر کار اومد این سیستم، میخواست سازمان محیط زیستش رو تعطیل بکنه، یعنی اعتقادی به محیط زیست واقعا وجود نداشت. در چنین شرایطی من فکر میکنم، عرضم میکنم، قبلا رو عرض کردم بارها، اینو شاید لازم باشه که بگیم که بله، راه حل حتما وجود داره، برگشتن به اقتضائات طبیعت. اما آیا میشود به این اقتضائات طبیعت برگشت با شرایط فعلی، با مدیرانی که همچنان از گذشته در این 40 سال گذشته بودن؟ در نظر بگیرید در مورد اصفهان، در همین مورد اخیر دنبال شریک جرم هم هستن، یعنی صحبت میشه که از دهه 30 انتقال آب از چشمه کوهرنگ به اصفهان به زاینده رود در واقع انجام شده. این حرف درستی البته، ولی در اون زمان اطلاعات و دانش ما کافی نبود، علممون نسبت به محیط زیست و مسائل اکولوژی کافی نبود. ولی امروز ما علم به نسبت
قابل توجهی داریم، اطلاعات قابل توجهی، دیتای قابل توجهی داریم و میدونیم که دستکاری در طبیعت چه عواقبی میتونه برامون داشته باشه، ولی همه اینا رو چشم بهش میبندیم. پروژه هایی که میتونه منافعی برای عده‌ای داشته باشه، برای عده‌ای خاص، این پروژه ها اجرا میشه به اسم مردم، به اسم کشاورزان، به اسم طبقه کم درآمد، زحمتکش، مستضعفان، اما در نهایت دود این پروژه های مخرب محیط زیست در چشم همون مستضعفان و زحمتکشان و کشاورزان میده. متاسفانه من فکر میکنم که راه حل هایی که وجود داره، راه حل کارشناسی که وجود داره، شدنی نیست در ایران امروز، ما شدنی نیست، در 40 سال گذشتم شدنی نبود. ممنونم، تشکر میکنم از شما سام خسروی فر که ما رو همراهی کردید. اما به جمع ما علی جلالی، روزنامه‌نگار، و شیوا محبوبی، سخنگوی کانون مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی هم به جمعمون اضافه شدن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. بار دیگر از آقای خسروی فر تشکر میکنم. آقای جلالی، با شما بحث رو ادامه بدیم. اگر نگیم اصفهان قطب صنعتی ایران بوده، حتما یکی از مهمترین هاش بود و در سالهای گذشته به تدریج این قدرت اقتصادی کوچک و کوچکتر میشه. چقدر تأثیر میذاره این بحران‌های محیط زیستی روی اقتصاد اصفهان و چه دورنمای جلوی اصفهان میبینید؟ بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان. بله، ببینید وقتی صحبت از شهر اصفهان میشه، وقتی اصلا به تاریخچه شهر اصفهان مراجعه میکنید، شما اون چه که در گذشته اصفهان می‌بینید شهری است که در کنار زاینده روده. اسم زاینده رود زنده روده و شما حیات، زندگی و گسترش تمدن در این نقطه از کشور رو مرهون این رودخانه که قبلا به اسم زنده رود می‌شناخت و امروز حالا به طور عوام میگن زاینده رود. این رود بود که این جریان آب بود که این تمدن، این شهر و این تجمع رو ایجاد کرد. ولی متاسفانه اون چه که طی این سالها گذشته، اون سوء مدیریت، عدم توجه و حالا هر اسم دیگه‌ای که بخوایم روش بذاریم، اساس زندگی، تمدن و اون پایه‌ای که این منطقه درش جمعیت شکل گرفته و شهر ایجاد شده، نادیده گرفته شده، از بین رفته و امروز هم نمیخوان این رو بپذیرن. و خب مسلمه تمام حیات و ممات این شهر به این رودخانه بستگی داره، قاعدتا صنایع، تجارت و هر چیز دیگه‌ای که در حول و حوش این شهر وجود داشته باشه، حتی پیشرفته ترین تکنولوژی ها با مسیر این آب و این رودخانه به ادامه پیدا خواهد کرد. اینکه حالا ما گفته میشه بخش از آب زاینده رود برای مصارف صنعتی مصرف شده، پس در نتیجه آب در این شهر کم شده، نه، این سوء مدیریته. در قدیم همین آب استفاده می شده، در آینده همین آب استفاده خواهد شد. رودخانه زاینده رود اگر با کم آبی مواجه شده، مشکلات در جای دیگه است. صنایع وقتی آسیب ببینن، مردم شهر زندگی نخواهند کرد، صنعت شهر از بین خواهد رفت و مردم دچار بحران خواهند شد. امروز بحران رو با تفرقه افکنی بین مردم میخوان کنترل بکنن، در آینده میخوان چیکار؟ بله خانم محبوبی، پیش از اینکه بحث رو با شما ادامه بدیم، اجازه بدید یک گزارش رو ببینیم، در واقع ویدئویی که یکی از شهروندان ارسال کرده برای ایران اینترنشنال و نشون میده که نیروی بسیج و یک لباس شخصی به معترضان مستقیم شلیک میکنه. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی هم به جمع ما اضافه شده بودن، امیدوارم که مجدد ارتباطمون با ایشون برقرار بشه. خانم محبوبی، تصاویری که دیدیم خیلی شاید شگفت زده نکرد، با اینکه دردناکه. ما این تصاویر رو بارها و بارها دیدیم که هیچ وقت هم از تکرارش اون بار دردش کم نمیشه. چقدر فکر میکنید این شیوه سرکوب، این شلیک مستقیم به مردم جوابگو خواهد بود؟
به هیچ عنوان جوابگو نیست. چقدر این ویدیو رو که نشون دادیم چقدر شبیه ویدیوهای آبان 98 بود، دقیقا همون تیراندازی و دقیقا همون حمله ها، به هیچ عنوان. فقط مردم رو عصبانی تر میکنه. ببین در طول 42 سال گذشته در آبان 98 بزرگترین سرکوب صورت گرفت. آیا مردم رو به عقب نشون؟ یکی از کسانی که شرکت کرده بود تو این تظاهرات احتمالاً دیدین یه عکسی گرفته، گفته بسیجی به سینم بزن، به سرم نزن. یعنی چی؟ به خاطر اینکه مادرم اذیت میشه. یعنی این مردم انقدر انتظار دارن که با خشونت سرکوب بشن و ماهیت جمهوری اسلامی رو میدن. هیچ گونه تأثیر نداره. به نظر من جمهوری اسلامی گور خودش رو میکنه. این دیگه دهه 60 نیست که بخواد با اعدام وسیع و با سرکوب وسیع مردم رو آماده کنه. بعد از آبان 98 یک زخمی در دل همه مردم به وجود اومد که تنها چیزی که جوابش رو میده اعتراضه. و همین اعتراض رو دیدیم که چقدر وسیع‌تر شد و شعارها فوری به طرف در واقع محکوم کردن جمهوری اسلامی رفت. به هیچ عنوان جواب نمیده. واقعا نشون میده این رژیم چقدر جنایتکاره. آخه کشاورز اومده برای آب. یعنی آخه کشاورزی که آب نداره قراره چیکار بکنه؟ خوزستان رو دیدیم اون موقع بی آبیش. تمام اینا با سرکوب روبرو میشه. یه دلیل بزرگ داره و اونم اینه جمهوری اسلامی وحشت داره از اینکه این اعتراضات سراسری بشه. دیدیم که وقتی که مردم کنار زاینده اعتراض کردن چطور مردم اومدن، یک سری سلمونی بودن، اومدن موهاشون رو کوتاه کردن، غذا آوردن. اون حمایت وسیع رو دیدن واقعا وحشت کردن از ترس سراسری شدن اعتراضات. آقای جلالی، ما در اکثر اعتراضاتی که دیدیم انتهاش شعارهای سیاسی بود. خود حتی رسانه‌های داخلی امروز گفتند که این اعتراضات با شعارهای علیه حاکمیت و کلیت نظام همراه شده. اما ریشه هر کدوم اینها چه معیشتی بوده، چه صنفی بوده، چه الان محیط زیستی، در واقع یک گره سردرگمی همه اینها با هم دیگه داره. در شرایط کنونی آیا به نظر شما کلیت حاکمیت و دولت به طور مشخص امکان پاسخگویی به اونها رو دارن، چه از لحاظ معیشتی، چه از لحاظ سرمایه گذاری و روی مسائل محیط زیستی؟ بله، من در پاسخ شما اگه بخوام اشاره بکنم خیلی مستقیم اشاره میکنم به صحبت‌های امام جمعه اصفهان که اخیراً صحبت کرده ایشون و دقیقا آب پاکی روی دست مردم بیخته، چه از این نظر که چطور توجه بکنن به گفته مردم، به خواسته مردم، و چه از این نظر که چطور بخوان پاسخ بدن و چطور برخورد بکنن و حتی اینکه مردم چه انتظاری باید داشته باشن. اینا رو قشنگ امروز ایشون توی چند جمله صحبتش کرده و خیلی مشخص داره جواب به همه ما میده. ایشون آقای سید یوسف طباطبایی نژاد گفته، در خطبه نماز جمعه‌اش گفته که حقابه توسط کشاورزان، خب بله یه حق، اینکه کشاورزان میخواستن میتونن پیگیری کنن، ولی ایشون گفته این کسانی که اعتراض کردن و اعتراض میکنن کشاورز نیستن. یعنی مثل همیشه انکار مسئله، پا کردن صورت مسئله. خب پس اینا اگر کشاورز نیستن اینا از کجا آمدن؟ اینا تمام کسانی که صحبت میکنن با لهجه اصفهانی، با دیالوگ اصفهانی، با خواسته اصفهانی، وقتی صحبت کردن اینا از کجا آمدن؟ اینا از سیستان بلوچستان نیومدن یا از تهران نیومدن؟ یا جای دیگه ایشون برمیگرده میگه که قرار شد که چادرها جمع بشود، به توافق رسیدیم که چادرها جمع بشود. چه توافقی؟ ایشون در صحبتی که میکنه میگه ما وعده 100 روزه به کسی ندادیم. یعنی مردم چه توقعی از ما دارن؟ میگه ما وعده 100 روزه ندادیم و چنین وعده‌ای هم نخواهیم داد و قضیه آب هم به این زودی ها حل نخواهد شد. یعنی قشنگ داره به مردم میگه، میگه سرکوبتون میکنیم، وعده‌ای هم نخواهیم داد و اگر هم وعده بدیم این زودی ها عملی نخواهد شد. یعنی داره میگه وضعیت آب همین هست که هست و کاری هم پیش نخواهد رفت، هر کاری هم بکنی سرکوب خواهید شد. یعنی این صحبتیه که داره امام جمعه اصفهان میزنه. من فکر میکنم رژیم به جایگاهی رسیده، نظام اسلامی در ایران به جایگاهی رسیده که دیگه صحبت این که یه مقدار آبروداری کنه یا یه مقدار مثلا سعی بکنه جو را آرام بکنه، نه اصلا به این سمت ها نمیرن. امروز داریم میبینیم آقای طباطبایی نژاد خیلی صریح و رک داره میگه که آپاکی میرزه دست مردم. اولا انکار میکنه کسانی که در اعتراضات وجود دارن، دوما میگه ما وعده ای نداده بودیم، سوما میگه اگر هم قرار باشه کاری انجام بشه به این زودی ها انجام نخواهد شد.
خب این قشنگ داره پاسخ اون چیزی که شما سوال میکنید. ممنونم. پیش از اینکه بحث رو ادامه بدیم با مهمانان برنامه، اجازه بدید یک مروری کنیم به آنچه گذشت. اعتراض شهروندان به بحران آب و سیاست‌های آبی در اصفهان صبح امروز جمعه با وجود فضای امنیتی در اطراف زاینده رود ادامه یافته و سرکوب خشن روبرو شد. ماموران انتظامی امنیتی به معترضان که بار دیگر در بستر زاینده رود تجمع کرده بودند حمله کردند و آنها را با شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور هدف قرار دادند. نیروهای بسیج با چماق و باتوم در کنار نیروهای ویژه انتظامی و امنیتی معترضان را هدف ضرب و شتم قرار دادند. شماری از معترضان هم بازداشت شدند. بر مبنای آخرین گزارش‌ها اعتراض از بستر خشک زاینده رود فراتر رفته و در برخی نقاط شهر اصفهان ادامه دارد. همزمان فضای امنیتی در این شهر تشدید شده و سرکوب خشن و گسترده معترضان ادامه داشته و دارد. امام جمعه اصفهان این اعتراض‌ها را فتنه و معترضان را وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرده. بر مبنای گزارش‌ها و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، یکی از شهروندانی که امروز در جریان سرکوب اعتراض‌های اصفهان هدف شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور قرار گرفته به بیمارستان منتقل شده و بر مبنای آخرین گزارش‌ها به کما رفته است. ایران اینترنشنال هنوز خبری درباره این حادثه به طور مستقیم دریافت نکرده. یکی از تصاویری که خواهید دید مربوط به همین شهرونده، با این توضیح که دیدن و شنیدن این تصاویر میتونه برای شما ناراحت کننده و آزاردهنده باشه. کشتنش نامردا، یاسه کشتنش. آقا کدوم بیمارستان؟ کجا بیمارستان؟ از زهرا، از زهرا. بشین همینجا، بشین همینجا. یه لحظه بیا بگیرش. بر مبنای گزارشی دیگر و تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، در جریان سرکوب اعتراض‌های امروز اصفهان یک زن کشته شده است. ایران اینترنشنال هنوز خبری درباره این حادثه به طور مستقیم دریافت نکرده است. ویدئویی که خواهید دید مربوط به تیر خوردن همین شهروند است، با توضیح دوباره اینکه این تصاویر هم می‌تواند برای شما آزاردهنده باشد. ویدئویی که یکی از شهروندان به ایران اینترنشنال ارسال کرده نشان می‌دهد که یک نیروی بسیج و یک لباس شخصی به معترضان مستقیماً شلیک می‌کنند. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی اعتراض‌های امروز در اصفهان را نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته خواند که با دست خالی در مقابل وحشیگری مزدوران مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادند. او گفته مردم نشان دادند این رژیم تا چه میزان از ملت ایران میترسد و در مقابل قدرتشان ناتوان است. در خبری دیگر، همطور که پیشتر هم اشاره کردیم، کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران اعلام کرده که نمایندگان پارلمان بریتانیا از ایرانیان معترض به کمابی حمایت و سرکوب رژیم را محکوم می‌کنند. این کمیته از دولت بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواسته سرکوب معترضان را محکوم و تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی و رهبران آن به دلیل تخریب محیط زیست و سرکوب مردمی که خواستار ابتدایی‌ترین حق خود هستند اعمال کنند. همونطور که گفتم، همچنین راه هستیم با علی جلالی، شیوا محبوبی و علی افشاری که به جمع ما اضافه شدن. آقای افشاری به شما خوش آمد میگم. حالا داشتیم این بحث رو میکردیم، الان آقای جلالی اشاره داشتن به یک توافقی که امام جمعه اصفهان بهش اشاره کرده و در واقع استانداری اصفهان با
نمایندگان صنف کشاورزان، شورای میرابها و آببران اون رو امضا کردند، توافق کردند که چادرهای اعتراضی جمع بشه. اما آنچه که ما شاهد هستیم معلومه که مردم اصفهان از این نهادهای خودساختهی که شاید بخوان با استانداری، بخوان با نمایندگان دولت صحبت بکنن، جدا هستند، اعتراضشون ادامه داره. تا کجا جمهوری اسلامی میخواد از این حربه هایی که هر از چندی ما شاهدش هستیم، نهادی رو معرفی میکنه به عنوان نماینده مردم، با اون جلسه میذاره، به نتیجه میرسه، ولی هیچ وقت به مردم مستقیم پاسخگو نیست، تا کجا این مسیر ادامه پیدا میکنه؟ این به حال ویژگی جمهوری اسلامی، نه جمهوری اسلامی، همه های دوره های خیلی کوتاهی در تاریخ معاصر ما، هیچ کدوم از این حکومت ها و حاکم ها پذیرای مذاکره مستقیم با مردم نبودن، اساسا شهروند صاحب حق رو به رسمیت نشناختن. مثلا در مورد اصفهان روایت حالا امام جمعه و مقامات استانداری رو نمیشه لزوم من درست دونست. به حال اون کسانی هم که نمایندگان کشاورزان، خب اونها شروع کننده یا اون تحصن بودن و حال بخشی از معترضان هستن، اونها در بیانیهشون اعلام کردن ما موقت میدیم کنار، فرصت کوتاهی میدیم، اونها هم چادر رو جمع نکنن. محض اینکه تموم شد تحصن به اون چادرها حمله شد. ولی به هر صورت جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته و به نظر من تا موقعی که هنوز بتونه از قوه سرکوبش استفاده بکنه در برابر مردم و خواسته هاشون ایستادگی میکنه و به خصوص خواهد این پیام رو به جامعه بده که من در برابر تجمعات شما کوتاه نمیام، من در برابر اعتراضات شما تسلیم نمیشم، اگرم بحثی هست کن از من تقاضا بکنید، من خودم در شرایطی که صلاح میدونم اون تغییرات رو انجام بدم، که خون تغییرات همیشه انجام نمیشه، چون این بحران بیابی، این تنش آبی که ما داریم بر بستر دومش از بحران نهادینه شده یا پیامدهای خواسته و ناخواسته عملکرد جمهوری اسلامی بوده. یک بحران ناکارآمدی هست، بحران مدیریت منابع هست و از اون مهمتر بحران اعتماد هست. این مردمی که میان در صحنه اینگونه شجاعانه مبارزه میکنن، مقاومت میکنن، اعتمادی به جمهوری اسلامی و نهادهای مختلفش ندارن و بارها از اونها حرفهای دروغ شنیدن، وعده‌های نسیه شنیدن، وعده‌های سرخرمن شنیدن. طبیعتاً هستش که این بحران باقی میمونه و سرنوشتش به نظر من روزی خواهد بود که اون قدرت سرکوب جمهوری اسلامی بشکنه، وگرنه متاسفانه همین وضعیت هست. شخصاً امیدوارم که این دو فردی که گفته شده بوده، امیدوارم که جان نباخته باشن، ولی خب اگر این اتفاق هم افتاده باشه باز یک برگ جنایت دیگری به عملکرد سیاه جمهوری اسلامی افزوده شده و قطعاً شاید بتونن در کوتاه مدت جلوی این اعتراضات رو بگیرن، ولی این حرکتی که بلند شده متوقف شدنی نیست، هی داره در حوزه های مختلف فعال میشه و تقاضا در جامعه ایران برای تغییر جمهوری اسلامی رو بزرگترش هی داره میکنه و این قشنگ معلومه که به هر صورت این موج در آینده به جای خواهد رسید که دیگه قدرت سرکوب جمهوری اسلامی توان جلوگیری اون رو نداره، توان بازدارندگی در برابرش نداره. بسیار تأسف برانگیز این فیلمی که پخش شد. شما ببینید این نیروهایی که حالا بسیجی، سپاهی، امنیتی، دواشخصی، هر اون چه اسم خودشون رو مینامن، اینها در یک چیز مشترکن، اینها عاری از هر گونه وجدان انسانی هست. ببینید تمامی موازین اخلاقی، موازین انسانی، حتی موازین شهری رو زیر پا گذاشتن. طرف بدون هیچ گونه چیزی میبینید محدودیتی مستقیم داره شلیک میکنه، آمدانه داره افرادی رو، جانشون رو به خطر میاندازه. طبق خود همین قوانین جمهوری اسلامی هم این افراد باید محاکمه شن، طبق قانون و حال مدیریت آنچه که اونها حالا اعتراضات یا اختشاشات مینامن، اینا حق ندارن این گونه شلیک بکنن به مردم. ولی اینها از دل کسانی میاد یا منافعی دارن یا باورهای ایدئولوژیک کاذب آنقدر اینها رو درگیر کرده که هیچی از وجدان انسانی در درونشون باقی نمونده. بله.
خانم محبوبی، امام جمعه اصفهان امروز بار دیگر گفته که کشاورزان میخواستن صدایشان به گوش رئیس جمهور و مسئولان کشور برسد که رسید. دقایق پیش ویدئویی رو منتشر کردن که بینندگان ما اگر بخواه حالا بعدا در تلویزیون هم نشون میدیم، حتی در رو توییتر ایران اینترنشنال هم موجوده، که یک شهروند اصفهانی نشون میده که ماشین‌های گارد ویژه سرکوب از جاده تهران به سمت اصفهان در حال حرکت هست. به کنایه هم برخی میگویند که بله، صدای اعتراض مردم به گوش مسئولین رسیده و با این یگان‌های ویژه دارن پاسخ میدن. تا کجا، چرا باید همیشه یگان ویژه پاسخ در واقع اعتراض مردم باشه؟ ببینین، اولا به نظر من جمهوری اسلامی اون ماموراش خیلی شرعی رفتار میکنن، طبق قانون جمهوری اسلامی رفتار میکنن. جمهوری اسلامی هر چیزی که چهارچوبش رو به خطر میندازه سرکوب میکنه، فرق نمیکنه، این کاملا از نظرشون شرعی و قانونیه. و از طرفی ببینین، این نمیتونه غیر از این باشه. ببینین، یه زمانی بود که شاید مردم نامه می نوشتن به جمهوری اسلامی، می گفتن بیابیه، ولی حالا به جایی رسیدن که اینقدر دروغ شنیدن، اینقدر وعده شنیدن و هیچ کدوم اجرا نشده. برای همینه حالا می بینن تنها راهی که صداشون نه به جمهوری اسلامی، صداشون به دنیا برسه، صداشون به تمام مردم ایران برسه، این هستش که بیان در سطح هزاران هزار نفره اعتراض بکنن. به همین دلیل به نظر من، ببینین، همون جوانی که میگه به سینم بزن، به مغزم نزن تیرو، یعنی اینکه اینا میدونن که جمهوری اسلامی سرکوب تو ناسیشه، غیر از این نمیتونه چیزی باشه. به همین دلیل اینا ادامه خواهند داد. به نظر من نکته‌ای که هست، میبینیم تو توییتر کاربران مینویسن اصفهان را تنها نگذارید، و خیلی درسته، ولی من فکر میکنم موفقیت این اعتراض، برای اینکه موفق بشه، برای اینکه جلوی سرکوب رو بگیریم، جمهوری اسلامی عقب نشینی نمیکنه، نمیتونه، چیز دیگه ای نداره. به همین دلیل باید این اعتراضات سراسری بشه. تنها راهی که بتونه اینا رو عقب برونیم سراسری شدنشه. و اگر یگان ویژه به طرف اصفهان بیاد، نه بخاطر اینکه بخواد جواب صحبتاش رو بده یا یه کاری بکنه، بلکه بخاطر اینکه میترسه، میخواد این اعتراض رو سرکوب کنه که به مردم بخشای مختلف ایران این رو بگه. من یه نکته هم دوست داشتم بگم، خیلی تو اخبار میبینم و تو صحبت‌ها، نه لزوما تو این برنامه، تو این گفتگو، اینکه مردم مدنی دارن تظاهرات میکنن، مردم باید مدنی. ببینید، مردم همیشه هرگز دست به خشونت نزدن، این رو فراموش نکنیم. این جمهوری اسلامی که دست به خشونت میزنه و مردم مجبورن دفاع کنن از خودشون. شما دیدین که چه همبستگی با شکوهی با کشاورزان بود. ببینین، وقتی آب نیست یعنی سفره ها خالیه، یعنی فقره، یعنی فلاکته، یعنی کشاورزی که میاد اعتراض میکنه فقط برای خودش نیست، برای بدبختیه که همه مردم دارن. آبان 98 مردم چیکار کردن؟ ماشیناشون رو و خاموش کردن، اونجا به عنوان اعتراض وایسادن. خب ببینید، این همونه مسئله اعتراض خوزستان همون. خب چقدر مردم باید بکشن دیگه؟ واقعا جونشون به لب رسیده، وعده و دروغاشون هم بسته. و از طرفی میبینیم که از لحاظ بین‌المللی نماینده اتحادیه اروپا میاد در مورد بمب اتمی و نمیدونم مذاکرات اتمی حرف میزنه. یه بمب اتمی تو ایران به اسم جمهوری اسلامی است که هر روز داره مردم رو میکشه، چه از طریق گرسنگی، چه از طریق شلیک کردن. به همین دلیل این سرکوب ها ادامه خواهد داشت. این تنها راهشه، راه دیگه ای نداره انجام بده، ولی کار نمیکنه. اگه کار میکرد، لابد بعد از آبان 98 دیگه هیچ کی اعتراض نمیکرد، برعکسش رو جدیدن، پس کار نخواهد کرد. بله آقای جلالی، پیشتر هم با آقای افشاری که صحبت کردم به نامه‌ای که از استانداری اصفهان منتشر شده توافقی صورت گرفته، تشکیل کمیته‌های چهارگانه جهاد کشاورزی، صنف کشاورزان، موارد دیگری مثل پیگیری‌های فرااستانی و و و و شما مدت هاست دارید خب خبرهای اقتصادی رو که به صورت خاص پیگیری می‌کنید، خبرهایی که در مورد اصفهان هست رو هم نگاهی بکنیم، چقدر از این کمیته‌ها تشکیل شده و آیا تا به حال یکی از این کمیته‌ها تونسته به یکی از مطالبات اقتصادی در این منطقه‌ای که عرض کردم زمانی یکی از اصل‌های اقتصادی و قطب‌های اقتصادی ایران بوده پاسخ بده؟ من اگه بخوام جواب شما رو بدم، باید به این نکته اشاره بکنم که در هیچ کجا رژیم
اسلامی، حالا من نمیخوام بگم جمهوری اسلامی چون اصلا نظر من این جمهوری نیست، رژیم دولت اسلامی در ایران هیچ کجا هیچ شخص، گروه و صنفی را خارج از چارچوب اعتقادی خودش، خارج از چارچوب وفاداری به خودش نمیپذیره که بعد بخواد بشینه باشون صحبت بکنه یا به توافقی برسه. یا باید در چارچوب نظام قرار بگیرن، در چارچوب رژیم قرار بگیرن تا اون موقع بشینه باشون صحبت بکنه، یا در خارج از چارچوب. خب مسلما وقتی که یک چنین صحبتی گفته میشه، میشه حد زد چه کسانی با نظام به توافق رسیدن. این رو میشه حد زد، این رو میشه متوجه شد. اما چه سیاستی این رژیم داره دنبال میکنه؟ دولت اسلامی در ایران یا به قول خودشون جمهوری اسلامی در ایران چه سیاستی داره دنبال میکنه؟ این سیاست، سیاست تفرقه است، سیاست نفاقه. یعنی شما میای جامعه معترض رو به دو بخش یا سه بخش یا چند بخش تقسیم میکنی، یک بخشی رو به خودت منصوب میکنی و بعد بر اساس گفته اونها، بر اساس خواسته اونها دیگران رو سرکوب میکنی و اونها رو خارج از چارچوب مردمی قرار میدی، مردم رو اونها مخاطب قرار میدی. یعنی چی؟ اتفاقی که سالها سر ایران افتاده، از همون روز اول خودی ناخودی، نمیدونم حزب اللهی غیر حزب اللهی، بسیجی غیر بسیجی، و حالا هم در اعتراضات کسانی که معترض هم و غیر معترض، معترض نما یا معترض، حتی اون کسایی رو هم معترض به رسمیت میشناسن که واقعا معترض نیستن، دست نشاندن یا به یک شکل خریداری شدن یا ارتباطی باشون برقرار شده. من نمیتونم بپذیرم به عنوان یک شهروند، و خودم اصفهانی هستم، در این شهر به دنیا اومدم، در این شهر بزرگ شدم و امروز واقعا متاسفم اتفاقاتی که داره در اصفهان میفته و واقعا ناراحتم میکنه، ولی اون چیزی که داره در اصفهان اتفاق میفته و اون چیزی که من دارم میبینم، از نظر من کسی میشینه با دولت اسلامی مذاکره میکنه و توافق میرسه و بعدش رو میپذیره و عقب میشینه که پذیرفته شده همین دولت باشه و در چارچوب این دولت قرار بگیره. پس این توافق توافقی نیست که مردم کردن. حتی من بذارید اشاره بکنم به نامه‌ای که صنف کشاورزان ظاهرا انکار کرده، موضوع تجمعات امروز رو هم انکار کرده و کاملا اونها رو از خودش جدا کرده. خب این صنف چی هست؟ اصلا قبول کنیم که این صنف، صنف کشاورزانه، نماینده کشاورزانه. آیا واقعا مشکل اصفهان فقط کشاورزانش هستن؟ آیا این آب فقط مخصوص کشاورزان بود؟ صنایع، مردم و حیات زندگی تمام موجوداتی که در حاشیه زاینده رود هستن، من جمله خود مردم عزیز اصفهان، به این آب بستگی داره؟ به. من فقط میتونم بگم این صحبت از نفاقه، تفرقه است برای سرکوب بهتر. ممنونم. اجازه بدید پیش از اینکه بحث رو ادامه بدیم مروری بکنیم به آنچه که امروز گذشت. اعتراض شهروندان به بحران آب و سیاست‌های آبی در اصفهان صبح امروز جمعه با وجود فضای امنیتی در اطراف زایندرود ادامه یافت و با سرکوب خشن روبرو شد. ماموران انتظامی و امنیتی به معترضان که بار دیگر در بستر زایندرود تجمع کرده بودند حمله کردند و آنها را با شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور هدف قرار دادند. نیروهای بسیج هم با چماق و باتون در کنار نیروهای ویژه انتظامی و امنیتی معترضان را هدف ضرب و شتم قرار دادند. شماری از معترضان هم بازداشت شدند. بر مبنای آخرین گزارش ها اعتراض از بستر خشک زایندرود فراتر رفته و در برخی نقاط شهر اصفهان ادامه دارد. همزمان فضای امنیتی در شهر اصفهان تشدید شده و سرکوب خشن و گستردهی معترضان هم ادامه دارد. امام جمعه اصفهان این اعتراض ها را فتنه و معترضان را وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرده است. بر مبنای گزارش ها و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، یکی از شهروندانی که امروز در جریان سرکوب اعتراض های اصفهان هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور قرار گرفته به بیمارستان منتقل شده و بر مبنای آخرین گزارش ها به کما رفته است. ایران اینترنشنال هنوز مستقلا نمیتواند این خبر را تایید بکند. یکی از تصاویری که خواهید دید مربوط به همین شهروند است، با این هشدار که مشاهده آن برای برخی از مخاطبان میتواند آزاردهنده باشد. کشتنش نامردم. نیما جان. یاسه. کشتنش. کشتنش. نیما قهر کردین؟ جت زدن. نیما. خوش شکرم خود نبرم. خوش شکرم خود نبرم.
آقا کدوم بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ از زهرا، از زهرا. بینه همه شده بشه. بشین، بشین همینجا. بشین همینجا. یکی از شهروندان ساکن اصفهان گزارشی از اعتراض‌های امروز با سرکوب معترضان در رأی ایران اینترنشنال ارسال کرده. این گزارش و تصاویر جنبه دیگر و جنبه‌های بیشتری از سرکوب معترضان در اصفهان را نشان می‌دهد که با هم می‌بینیم. می‌دونیم که کشاورزان اصفهان حدوداً 20 روز بود که برای حق طلبی آب و حقابه‌شون در کنار پل خواجو تحصن کرده بودن و به اصطلاح گفته بودن که ما نمیریم تا وزیر نیرو رو ببینیم، استاندار رو ببینیم و صحبت همون رو داشته باش. روزها مردم همچنان در کنار کشاورزان بودن و با کمک های خودشون به مقاومت اونها به اصطلاح انرژی و سمت و سو میدادن. تا اینکه چهارشنبه شب گذشته نیروهای امنیتی که بیشتر نیروهای شخصی بودن و لباس شخصی بودن حمله کردن، چادرها رو آتش کشیدن، چادرهای کشاورزان رو با آتش کشیدن، خیلی از کشاورزان رو ضرب و شتم کردن و این قضیه رو به خیال خودشون جمع کردن. حتی وقتی که ما رفتیم به اصطلاح پل خواجو، چنان کرده بودن که هیچ اثری حتی از سوختگی چادرها باقی نمونده بود. یعنی فرداش که دیروز روز پنجشنبه باشه، هیچ گونه اثر از سوختگی و خرابی در کنار پل خواجو نبود و به این خیال بودن که خب دیگه تمام شده قضیه و این مسئله هم صورت مسئله هم دیگه پاک شده، تمام شد. تا اینکه امروز مردم، خود من هم شاهد این قضیه بودم، از نزدیک مردم جمع شدن پل خواجو به همون صورت که باز هم در حمایت از کشاورزان و اینکه حق طلبی آب رو داشته باشن، که متاسفانه نیروهای امنیتی که بسیار زیاد بودن، نیروهای ضد شورش و با ماشین ها با به اصطلاح خیلی کاملا مسلح وارد میدان شدن، مردم رو به طرف عقب روندن، از طرف پل خواجو به طرف مردم، به طرف پل شهرستان به عقب رونده شدن. اونجا درگیری بین نیروهای ضد شورش و مردم به وجود اومد. نیروهای ضد شورش از گاز اشکاور، از باتوم، از گلوله های پینت بال و حتی از گلوله های ساچمه‌ای، از اینها استفاده کردن. خب گاهن بود که مصدومانی رو دیدیم، ولی گاز اشکاور به حدی بود که مردم مجبور به متفرق شدن می شدن، یعنی مردم رو جدا می کردن از هم دیگه. مردم مجبور بودن به عقب و به اطراف به اصطلاح پراکنده بشن و از هر چهار طرف یک مرتبه نگاه کردیم، از هر چهار طرف نیروهای ضد شورش داره به طرف مردم میاد. یعنی هر جایی رو که ما می رفتیم به طرفش، با نیروهای ضد شورش ما مواجه می شد. و اینکه حتی اومدن بین کشاورزان روز چهارشنبه تفرقه افکنی کردن. جالب اینه که من امروز به هر سمتی که می رفتیم، چند تا از افسرهای نیروی انتظامی به ما می گفتن که برید زودتر از اینجا دور بشید، چون اینها به کسی رحم نمی کنن، می زننتون. بر مبنای گزارش‌ها و تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، در جریان سرکوب اعتراض‌های امروز در اصفهان یک زن کشته شده است. ایران اینترنشنال هنوز خبری درباره این حادثه به طور مستقیم دریافت نکرده. ویدئویی که خواهید دید مربوط به تیر خوردن همین شهروند است، با توضیح دوباره اینکه این تصاویر می‌تواند برای شما ناراحت کننده باشد. سرکوب‌ها در اصفهان ادامه دارد، با حتی رسیدن اصفهان به شب گزارش‌های گوناگونی از ادامه سرکوب منتشر میشه. ویدئویی که خواهید دید یکی از شهروندان برای ایران اینترنشنال ارسال کرده که نشون می‌دهد در طول روز یک نیروی بسیج و یک لباس شخصی به معترضان مستقیم شلیک کردند. Come on.
هنگام ویژه تهران به اصفهان رسیده. نیروگاه ویژه مال تهرانه، اتوبوسی نیروها بردن بزرگاشون هم کامل مشخصه. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. آقای افشاری، ما در طول روز صحبت می‌کردیم که اعتراضات در ایران با یک رویکردی از طرف حاکمیت روبرو میشه. ابتدا اون رو ایدئولوژیکش میکنه، بعد بهش سیاسیش میکنه، بعد امنیتیش میکنه، زمینه سرکوب رو فراهم میکنه. در مورد محیط زیست که پایه‌ای‌ترین حق هر فرد، هر بشر و هر انسانی هست، باز هم شاهد این مدل هستیم. یعنی تمام این مسیر دوباره تکرار شد. الان تصاویری که بینندگان ما دیدن، یگان ویژه باید بره شهر اصفهان رو غرق بکنه برای اینکه مردم از آب و از خشکی زاینده رودشون دارن میگن. ببینید، مسئله اونجایی از دید جمهوری اسلامی مشکل ساز میشه که مردم میان در خیابونها، سعی میکنن قدرتی رو خلق بکنن که از طریق این قدرت خواستشون رو به حکومت تحمیل بکنه. خب این الگو اگر جا بیفته، طبیعتاً این ادامه پیدا میکنه و میره و تعمیم پیدا میکنه در همه حوزه ها و خب این همه اختلافات و شکاف های مختلفی که در جامعه هم وجود داره. بنابراین جمهوری اسلامی، با تاکید میکنم، چون یه حکومت اقتدارگراست مثل حکومت های قبلی تاریخ معاصر ما، استثنای دوره های کوتاه، پذیرای این مسئله نیست و بنابراین سری مسئله رو امنیتی میکنه. یعنی امنیتی هم میشه، منتها با قرائت خاص جمهوری اسلامی، با نگاه خاص جمهوری اسلامی. حکومت اقتدارگراست، اگر نه برخورد امنیتی لزوماً به این معنا نیست. شرعی جمهوری اسلامی نماینده انحصاری شهر و دین اسلام نیست. یه قرائت خاصی رو دنبال میکنه اقتدارگرایانه از اسلام. تو همین فیلم میبینید فردی که رفته از معترضان هست، اون خانومی که گلوله خورده، برمیاره میگه یا حسین. از ابتدای انقلاب با تقابل قرائت‌های مختلف از اسلام و مقابل همدیگه دیدیم و خیلی روشن هم از با آمار متعدد هم میشه نشون داد که بیشترین قربانیان هم متعلق به قرائت‌های دیگر و آلترناتیو از اسلام بود. اما از این مسئله که بگذریم، من بحث قانون رو گفتم، آیین نامه خودشون هست. یعنی اولا که نباید از گلوله‌های واقعی استفاده کنن، بعد باید در شرایط اضطراری هم اول هوایی بزنن، بعد جوری بزنن که بخشای از بدن فرد بخوره که امکان مرگ رو خیلی بیاره پایین. شما میبینید فرد اصلا داره همین جور میزنه مستقیم، برابر این طبق قانون خودشون باید برن این فرد رو محاکمه کنن. اینکه ساختار قانونی جمهوری اسلامی مشکلاتی داره بحث دیگری است، اما اون چیزی که هست این رویکرد اقتدارگرایانه است. این که حاکمیت بخواد بگه امنیت رو من تعیین میکنم، نه اینکه همه این مردم حقشون باشه که به درجاتی امنیت داشته باشن و اون امنیت ملی برایند امنیت همه شهروندان باشه. من یه نکته هم اینجا خواستم اضافه کنم. ببینید، ما باید ببینیم که این مطالبات و تقاضاها متفاوته، همه از یک جنسی است. مثلا فقط اینجا زیست محیطی نیست، شاید مسئله مهمتر از زیست محیطی برای کشاورزان که تازه هم نیست. دو سه سال کشاورزان اصفهانی این اعتراضات رو دارن، با فراز و نشیب به اینجا رسیده. اینا مسئله معیشتشونه، مسئله زندگیشونه، مسئله اقتصادشونه و اگر با همین وضعیت هم بخواد ادامه پیدا بکنه، خب اصفهان در آینه دچار مشکلات جدی میشه به لحاظ توسعه‌ای. خب این اصفهان از ابتدا که اصفهان شد، یه پای عمدش این رودخانه زاینده رود و منابع آبیش بوده. بنابراین این مسئله است. اینکه کشاورزان خوب اومدن اعلام تحصن کردن، اینا خواستشون در ابتدا معیشتی اقتصادیه. اگر آب حقابه شون هم بدن، من فکر میکنم احال یه بخش مهمی از اونها برمیگردن، زندگیشون رو میکنن. اینا نیروهای سیاسی نیستن، اینا موقع سیاسی میشن که حکومت نمیتونه خواسته اینا رو برآورده بکنه، اونا هم اعتماد ندارن و بعدم امنیتیش میکنن. به محض اینکه در روز آخر رفتن آتیش زدن، خب فرداش مردم اومدن و این برخوردار رو شاهد. ممنونم از شما علی افشاری، شیوا محبوبی و علی جلالی
که ما رو همراهی کردید در این بخش از پوشش ویژه ما و ممنون از شما که ما رو در این پوشش ویژه همراهی کردید. با ما و ایران اینترنشنال همراه بمونید با آخرین خبرها. رسانه‌های اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید. همه خبرها و جدیدترین‌ها رو از طریق او میتونید پیگیری کنید. ممنون از همراهی شما.